به نام آن که هستی نام از او یافت، زمان راحت، زمین آرام از او یافت. در برنامه پیش در زمینه زبان فارسی چگونه آدمی سخن گفتن آموخت، چگونه زبان راه افتاد و دستگاه گویایی آدمیان رو شرح دادم، چگونه این دستگاه گویایی رو به کار انداخت و توانست بعد از زمانهای زیاد که گروهی از دانشوران بر این باورن که این زمان بیش از 200 سال طول نکشید بعد از پدید آمدن آدمیان، برخی دیگر بر این باورن که بعد به 10-20 سال طول کشید تا بشر توانست سخن بگه، چون انسان تک زندگی کن بود، تک راحت کن، تک زندگی دار بود، نتوانست که با همگنان سخن بگه. به هر روی اینا رو بررسی کردیم، به اونجا رسیدیم که دانشوران اومدن گفتن بذار ببینیم که این بشر از کی تونسته حرف بزنه. بعد اینم گفتم که 10 کودک رو انتخاب کردن، 10 پرستار لال انتخاب کردن، اینها رو ترخوش میکردن، هیچ کس با اینا حرف نمیزد. بعد از 6-7 ماه که اینا اون بچگی رو گذروندن، نوزادی رو گذروندن، یواش یواش نشستن و همدیگر رو شناختن، کم کم ساعتهای غذای اینا رو تغییر انداختن که اینا گرسنه شون که میشدن ناگزیر با هم حرف باید میزدن. یواش یواش زمانی که غذا می آورد یا زمانی که موقع آوردن غذا می شد می گفتن اوکو اوکو، و این اوکو اوکو اولین گفتاری بود که دانشمندان پی بردن از اون، و گفتن اولین لغتی که بشر به کار برد برای نان اوکو بود. خب ولی این دنبال شد، تنها حرف اینا قبول نشد. بعد دانستیم که هر گروهی از این آدمیان در این پهنه بزرگ گویال زمین در یک نقطه بودن دیگه سخن گفتن. بعد این جهان به این پهناوری تقریبا تهی بود، یا نژادهای دیگری در گوش و کنارهای ممکنه، بعضی از دانشمندان معتقدن که اونجا بوده. مثلا بعضی از گروه های دانشمندان میگن اولین انسانها در آفریقا پدید اومدن. هر کدوم اینا دلایلی دارن، تا جهت درست باشه معلوم نیست. به هر روی در زمینه آدمیان باید بگیم که در هر حال این جهان به این عظمت نسبت به این گروه های آدمیان بسیار بسیار پهناور بود، و آدمی هم یه طبع جستجوگر داره، همیشه دنبال جای تازه میگرده رشد کنه، جلو بره. از جنگل نشینی اومد به غار نشینی، از غار نشینی اومد به صحرا نشینی، به کنار رودخانه و دریاها رسید، متوقف شد، ساکن شد، اون زمین رو مالک شد به خیال خوده. این مالکیت که در کنار همدیگه قرار گرفتن باعث شد که بشر همدیگر شناخت. وقتی همدیگر شناخت ناگزیر شد سخن بگه، ناگزیر شد دستگاه گویاییشو به کار بندازه، در نتیجه زبان پدید اومد. بنابراین درسته که اون اولین کاری که اون دانشمندان کردن ارج می نهید، ولی دلیل بر این نمیشه که تنها در یک نقطه به نان گفتن اوکو، معلومیست بشر در جاهای دیگه چی گفت. اما اون چی که مسلمه اینیست که همین زبان ساده‌ای که بشر برگزید و خودش برای خودش واژه درست کرد و خودش جلو رفت و همیشه جلو شد، بعد از اینکه جدا میشد از یکدیگر، این گروه هاشون میرفتن برای جاهای جدیدتر، چون این خصلت آدمی است که دنبال جاهای جدیدتر میره، این بود که در جاهای جدیدتر که گرده هم میومدن به علت تغییر آب و هوا، تغییر اقلیمی، تغییر پیدا کردن گروه های تازه، اندک اندک این واژه ها دگرگون شد و بعد شکل عوض شد. باز جدا که شدن، همینطوری این جدا شدن ها واژه ها رو کوچ میداد، این سوی آن سوی میرفتن و اینا
دگرگون می شدن. خب اینم داشته باشید. بنابراین زبانها ریشه هاش یواش یواش جوانه زد، زبانهای گوناگون، لهجه های گوناگون و گفتارها و گویش های گوناگون، نه البته خیلی گسترده، ولی بود دیگه. اینی که من میگم مثلا مال 10-20 سده پیش تا به حاله، همطور نکاته. حالا آدمی یک سرشت دیگه هم در وجودش، یعنی بنده و شما که اینجا صحبت میکنیم اصلا اون اجداد و نیاکان خودمون به ارث بردیم این رو، و اون اینیست که نشانه میذاشت. حالا یه موقع در همینجا از درباره واژه یعنی شکل و اندیشه پیکتوگراف و نشانه گذاری با شما سخن میگم، میگم که حتی آریاها که به ایران آمدن برای اولین بار، برای که گم نکنن خودشونو، یه وقت به جاهای ناهنجار که رسیدن بر بگردن و بتونن جای قبلی پیدا کنن، نشانه هایی بر روی سنگ ها و درختان بر جای میگذاشتن و همین مسئله پایه نشانه گذاری شد. این نشانه گذاری خود انگیزه یک تشکیلاتی شد که به سرشت نگار کشیدن در زبان و در زندگی آدمی انجامید. بر روی دیوار غارها، بر روی تنه درختان کهن، کم کم بر روی لوحه‌های سنگی، رفته رفته اثرات نشانه گذاری بشر دیده شد. این از سخنگویی جداست، ولی یکی از انگیزه‌هایی است که بعد براتون میگم نطفه تاریخ رو در ذهن آدمی پروروند. و خود این کار یکی از پایه‌های دانش خط شناسی شد و اولین کار پیکتوگراف بود، یعنی نگاره کشی یا نگاره گری. کم کم همین ها پایه تاریخ رو گذاشت. مثلا برای اینکه در پیکتوگراف یا در غارها بخوان شکار رو انجام بدن، نشون بدن، بخوان سخن از شکار بگن، بگن شکار، عکس یه بز کوهی یا یک نمیدونم آهو رو میکشیدن. و وقتی این آهو رو یا بز کوهی میکشیدن، منظوری بود که این نگارگر یا این انسان که بر روی چیزی اثر رو گذاشته خواستش شکار بوده. یا اگر درباره یک چیزی تأثیر خودش رو خواستشون بده، یک چشم میکشید، یه اشک هم از تش داره میچکه، نموداری بود که متأثره و میخواد گریه کنه. این جریان هم توی گفتم نطفه تاریخ رو پروروند و بشر به پیکتوگراف دست داد. البته فراموش نکنید این پیکتوگراف نطفه اولیه عکس بود، ولی هنوز همین امروز در قرن اتم، در قرن کهکشان ها، در قرن پیشرفت ماهواره ها و سیاره ها، سیاره های دست بشر، ما میبینیم که پیکتوگراف نقش داره. همینطور که رانندگی میکنید این ورانور خیابون ها، سر چهارراه ها، این پیکتوگراف رو میبینید، یه هلال میکشن، به قول معروف یوی وارونه، یعنی دور زدن ممنوعه، با همین خط همین چی میگن، یا گردش به راست ممنوعه یا گردش به چپ ممنوعه. از همه مهمتر در فرودگاه ها، جای دستشویی ها، جای باربندی ها، جای گرفتن ویزا، جای فلان، همه چیزا پیکتوگرافه، چون نوشتن هم با یک زبانه که همه زبان ها چیز نیستن، به خصوص در فرودگاه ها، هم چیزهای دیگه. بنابراین ابتکار بشر رو از آغاز میبینیم که نسل آغازین بشر پیکتوگراف رو شناخت و با پیکتوگراف حرف میزن. خب اینا رو شناختیم. ببینیم الان زبان ما
یعنی که ما میگم ما یعنی زبان، نه این زبان فارسی، حالا به زبان فارسی هم میرسیم. زبان آدمی چه نقشی در دنیا داره؟ ارزش این زبان در چیه؟ من یه بار گفتم این احتیاج نیست که شما برید گذرنامه‌تون رو نشون کسی بدید. در میان تمام کسانی که هستن اگر اون شما هم میهن خودتون میرید با فارسی حرف بزنید راحته، برای که این ارتباط تلفنی بین شما و ایشون با زبان مادریتون درست، پس این پایه اصلی زبانه. بعد حالا فرض میکنیم که شما میاید امریکا دانشگاه میرید زبان انگلیسی یاد میگیرید، خیلی خوب با اون حرف میزنید، درست آرام حبزه ولی میرسونید حرفتون. پس ارزش زبان در خیلی از این مسائله. خب ما همطور که میایم جلو با توجه به این که با دستگاه آوایی رو شناختیم، اما فراموش نکنید که این جهان جهان بزرگیه. در این جهان بزرگ هم اکنون که من دارم با شما حرف میزنم نزدیک، یعنی اونطور که دانشمندان گفتن، نزدیک به 83 نوع زبان، حالا از مهم تا غیر مهم، در جریان. برای نمونه مثلا در آفریقا در بعضی از جنگل‌ها زبان مخصوصی هست که اینم جز اینا حساب کردن، این شاید بیش از 300-400 نفر باهاش سخن نگن، ولی زبانی است، برای خودش زبان. یعنی این زبان، من لغت ز و ب و الف و نون میارم برای اینکه ارزش این رو در نظر بگیرید. این مردم جنگل نشین همین زبان رو، همین 300-400 نفر ارتباطشونه، میره تا یک زبان گسترده ای مثل زبان فارسی در خاورمیانه. شما میدونید ایران، تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان، حتی بخشی از عراق، بخشی از پاکستان، افغانستان، بخشی از ترکمنستان شمال ایران، همه اینا فارسی رو میفهمند و فارسی حرف میزنن. حالا لهجه ها فرق داره، لهجه تغییر زبان نیست. یک مازندرانی با لهجه مازندرانی و گیلک صحبت میکنه، ولی من میدونم ایرانیه و میفهمم حرفشو. بنابراین ما همه اینها رو در بخش و در قالب و در سازمان و به قول معروف در جعبه مخصوص زبان میگذاریم. حالا بعد میرسیم به این که اصلا کدوم زبان زبان میشه بهش گفت. ببینید خیلی دقت کنید، هر چیزی رو ما الان فعلا به طور عام میگیم زبان، بعد دانشمندان اومدن گفتن این هر چیزی رو شما نمیتونی بگی زبان. حالا اون تو بحث‌های بعدی ما. بر با این مسائلی که ما جلو میریم پی میبریم که آدمی رفته رفته این گویش خودش رو در پهنه گیتی گسترش داد و همینطور که گفتم این گروه ها در آغاز کوتاه بودن، در بخش آغازین رفته رفته بزرگ و بزرگتر شدن و حالا در سراسر جهان آدمی هست و زبان هست و همه چی که گفتم دانشمندان تا حالا 83 نوع زبان رو کشف کردن. خب اما این گستردگی یک تنوع و دگرگونی و چند دستگی هم ایجاد کرد و هر کدوم از این گروه ها با معناهای تازه هستند که وقتی ما وارد بخش زبانشناسی علمی شیم اون وقت میفهمیم که زبان اصلی یعنی چی. زبان دریافت کننده وام یعنی چی و زبان دهنده وام یعنی چی. خلاصه این دگرگونی ها در بخش های فراوانی دیده شد و بعد هم به تقریبا به تاریخ میرسید، به جایی که دیگه بررسی کردن و دیدن زبان ها چجور تقسیم بندی میشه. زبان فارسی، میرسیم به زبان خودمون، این زبان از زمانی پیدا شد. البته من به شما بگم که زبان های خاورمیانه ای
چه تاریخ و چه تاریخچه‌ای میتونن داشته باشن، یا با گام به گام اگر ما تاریخ با جلو بریم میتونیم ببینیم اصلا تاریخ پارسی امروزی که من دارم با شما سخن میگم و شما میدونید چیه از کی شکل گرفت. الان وقتی ما میگیم پارسی، ممکنه شما بگید پارسی هخامنشی، پارسی ساسانی، پارسی امروز، کدوم پارسی؟ همینه. پس ببینیم ریشه به کجا میرسه. اون چه که دانش زبانشناسی میگه، پیروان این گروه که معتقدند که زبان فارسی، زبان کنونی ما، از قفقاز ریشه گرفته، ادعای عقیده‌شون اینه که زبان فارسی ما از قفقاز ریشه گرفته. شایدم انگیزه‌شون اینه که چون اولین گروهی که در فلات ایران، در پشته ایران جای گرفتند، مات ها بودن و مات ها کسانی بودن که در ایران اومدن جای گرفتن. 800 سال قبل از پارس ها، قبل از پارت ها و قبل از سکاها، 800 سال بودند تا بعد پارس ها و پارت ها و اینها آمدند. گروهی میگن که پس زبان فارسی از قفقاز اومد. دسته دیگر میگن نه، این هندو، من قبلا اینو کاملش بکنم بگم که این گروه که میگن قفقاز اومد چیه، این گروه بعدا گفتن که این زبان وقتی آمد به ایران شاخه از اون رفت به طرف قفقاز، یعنی به طرف باختر، و زبان ایندو آریان یا ایندو ایرانیان یا ایندو یوروپیان رو به طور کلی تشکیل. باز هم دسته دیگه ریشه زبان رو از کاپادوکیه میده. کاپادوکیه یعنی همون ترکیه کنونی. میگن حالا گروهی میگن این زبان رفته اونجا، گروهی میگن از اونجا اومده به این ور. حالا اینا اختلاف های بین خود دانشمندان. این در حدود 3000 سال پیش میگن این حالت بوده. گروه دیگری، سومین گروه، بر این باورم که با دگرگونی های دراز و درخور نگرشی که ما دیدیم، ریشه زبان کنونی فارسی از فرارود بوده، از جیهون بوده، از خارزم بوده. استدلال اینها خیلی جالبه، خیلی جالبه. نکاتی رو میگن که در پارسی ماورای کهن جای داره. سپاسگزارم امیر جان، این یک کمی زوده، من خبرشو میدم بهتون. این همین گروه از دانشوران با ذکر گواه‌های درخور نگرشی میگن که پارسی کهن یا پارسی امروزی همون پارسی دری است. اتفاقا یکی از شنوندگان ارجمند تلویزیون چند روز پیش ایمیل برام فرستاد و نوشته بود من اهل افغانستانم. پرسیده بود که چه فرقی بین فارسی دری و پارسی شماست. منظورش از پارسی دری، منظورش پارسی افغانا بود. اولا این اشتباه بزرگی بود که 30-40 سال پیش بی بی سی کرد، گفت زبان ایرانی ها پارسی امروزیه، افغان ها پارسی دری دارن. اصلا اشتباه بزرگه، ناآگاهی از این جریان. حالا من وقتی تاریخچه زبان رو میگم قشنگ بهتون ثابت میشه که پارسی دری و پارسی امروزی دو تا برادرن، با یه پدر یه مادر، این نمیتونه دو زبان مختلف باشه. پارسی دری چیه؟ پارسی دری اصلا چرا میگن پارسی دری؟ معتقد هستن اون کسانی که معتقدن که از خارزم زبان آغاز شده، برای از دره بدخشان اومده، از دره بدخشان اومدن، به همین دلیل بهش میگن که فارسی دری.
از سوی دیگر وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم وقتی یزدگرد سوم شکست میخوره در برابر سپاهیان تازی، میاد از سمت خاور میره بالا که بره در دره بدخشان، گروه دانشورا رو با خودش میبره که بدبختانه در مرو یک آسیابان میکشدش و منفجر میشه. ولی برخی از گروه میگن این زبانی که ما داریم همون گروهی که با یزدگرد رفته و در دره بدخشان خور رشد کرده و پارسی دری بوده و چون شمال افغانستان بوده پس پارسی افغان ها دریه. اصلا اینا باورهای غیر دانشورانه است، باور دانشورانه نیست. باور دانشورانه به واژه نگاه میکنه، به تاریخ نگاه میکنه، به گسترش زبان نگاه میکنه. این که نمیشه بگیم از شمال قفقاز اومدن بعد از قفقاز رفتن کاپادوکیه، بعد گروه دیگه بگیم از کاپادوکیه اومدن به شمال قفقاز، این درست نیست و این هر دوش غلطه و غیر اصولیه و نمیتونیم ما به این دوتا توجه بکنیم و باور بدیم. پس بهتره بریم بررسی های بیشتری بکنیم. این بررسی های بیشتر به ما خیلی چیزا یاد میده، از جمله این نکته به ما یاد میده که ما لغت ها رو میبینیم. ببینید شهری است در دره بدخشان به نام بخارا، تاریخ نگاه کنید، ببینید تاریخ و زبان رو بذارید کنار هم، خیلی چیزا به شما میگن. واژه ها رو و تاریخ رو بذارید کنار هم، خیلی چیزا به شما میگن. ایرانی ها و ببخشید قبل این توضیح بدم، بعد در بخارا بزرگترین کتابخانه های جهان وجود داشت. جهان قابل توجه اونایی که خیال میکنن ایرانی ها کتاب نداشتن، عربا اومدن بهشون نوشتن یاد دادن. در بخارا دو کتابخانه بوده، یکیشون 25 هزار کتاب خطی داشته، یکیشون 18 هزار تا. سفرنامه های بعضی از این سفرنامه های خاوری رو نگاه کنید، می نویسه ما رفتیم بخارا، من یک استر یا الاغ با خودم بردم کتابخونه. این تمام الاغ رو کتاب بارش کردم بردم خونه، نشستم بشینم اینا رو بخونم. بعد که رفتم خونه اینا رو خوندم، البته پولشو داده، کتابا رو خوندم، بعد از 6 ماه اومدم کتابا رو پس دادم، کرایه رو کم کردن ازم، بقیه پولامو بهم دادن. بخارا، بنابراین ایرانیان کهن به کتاب گفتن بخ، بخارا یعنی کتاب آرا. این داستان بعدن این زبان رفت در انگلیسی شد بوک. حالا از یه انگلیسی پرسید ریشه بوک چیه؟ شاید ندونه، ولی آلمان ها هنوز هم به کتاب میگن بوخ، از همون بخارا میاد. بنابراین اینایی که میگن زبان پارسی ریشه دری داره، تا اندازه زیادی گفتارشون به لغت شناسی مربوط میشه. پس بهتره در زمینه ما بیشتر بررسی کنیم و بیشتر درباره زبانمون چیز بکنیم. برنامه امروز من تقریبا در حدود 18-19 ثانیه بیشتر ازش نمونده، این سومین برنامه منه و برنامه اول پخش شده، برنامه بعدی هم به تدریج پخش خواهد شد. با سپاس از امیر مهربان، هنرمند هنرمند فعال اتاق فرمان، امیدوارم که همیشه تندرست و شادکام باشید. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.